هدف اصلی بانک‌های مرکزی در دنیا کنترل تورم است. این هدف با قدرت بسیط سیاست‌گذار پولی در عین وجود شفافیت میسر شده است. در ایران اما سیاست پولی غیر فعال و پیرو کنش‌های بودجه دولت است. از مهمان این قسمت از برنامه فارکست بانکداری که سابقه طولانی در نظام بانکی داشته و به عنوان سیاستگزار پولی نیز نقش آفرینی کرده است میپرسیم حدود و ثغور قدرت بانک مرکزی در ایران تا کجاست؟ آیا با ابزارهای پولی صرف میتوان تورم را در سطح قابل قبولی کنترل کرد؟ و اینکه چه اقداماتی لازم است تا سیاست‌گذاری پولی در ایران کم و بیش همانند الگوهای موفق سایر کشورها شود. در خدمت آقای دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی هستیم. آقای دکتر، من برای اینکه آغاز بکنیم بحث رو، فوکوس بکنیم روی کارکرد بانک‌های مرکزی در دنیا. امروزه بانک‌های مرکزی در دنیا به دنبال ثبات قیمتی هستن. آیا یک روزه به این هدف رسیدن یا نه یک پیشینه تاریخی بوده پشتش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید و سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگانی که این مصاحبه رو می‌بینن. ببینید، بحث بانک‌های مرکزی و اون چیزی که الان امروزا به عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح میشه خب سابقه خیلی طولانی داره. اون چیزی که الان در واقع خیلی‌ها مطرح می‌کنن که بانک‌های مرکزی باید اون بست پرکتیز رو پیگیری بکنن که در واقع صرفاً میگن هدف گذاری تورم و در واقع استقلال داشته باشن از در واقع مقامات مالی کشور و بتونن به صورت از ابزارهای غیر مستقیم برای مثل نرخ بهره برای کنترل در واقع ثبات اقتصادی استفاده بکنن. ولی واقعیتش اینه که این چیزی که به عنوان بست پرکتیز در واقع جا افتاده و نهادهای بین المللی مالی هم دارن پیگیری میکنن، اگه برگردیم به سابقه دورترش، یعنی دورانی که به هر بانک آف انگلند یا بانک فرانسه یا بانک بلژیک یا بانک رایش در واقع آلمان و حتی خود فدرال رزرو که تأسیس شدن، عمدتاً با هدف بخش مهمش توسعه‌ای تشکیل شدن. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا بانک آف انگلند یا فدرال رزرو صرفاً برای کنترل تورم به وجود اومدن. به هر حال اونایی که اجازه دادن این بانک‌ها تشکیل بشه یه اهدافی داشتن. یکی از مهمترین اهدافشون این بود که بتونن کمک بکنن به پیشبرد سیاست‌های دولت‌ها. شما می‌بینید در بعد از جنگ جهانی، یعنی در جریان و حتی بعد از جنگ جهانی دوم یا بعد از رکود 1929 فدرال رزرو و بقیه بانک‌های مرکزی که به حال درگیر بودند عملاً رفتن به سمت پشتیبانی و کمک به دولت‌ها برای تأمین مخارج جنگ یا تأمین منابع مالی برای خروج از رکود، این کار رو کردن. پس بنابراین در واقع تئوری مسلط تاریخی شکل‌گیری بانک‌های مرکزی در واقع حکایت از این داره که بانک‌های مرکزی نقش توسعه‌گرا هم داشتن. و اینکه این روزها مطرح میشه، من فکر میکنم بعد از گذشت یک سری اتفاقات و بعد از پشت سر گذاراندن بعضی مراحل رسیدن به این. الان چیزی که مثلا فدرال رزرو داره پیگیری میکنه یا بانک مرکزی اروپا داره پیگیری میکنه، اینها کشورهای پیشرفته هستن، توسعه یافته هستن، دیگه دغدغه‌شون دغدغه توسعه‌ای نیست. حتی در اون کشورها هم الان از قاعده تیلور که در واقع هم یه چیزی بین در واقع کنترل بیکاری و افزایش رشد و کنترل تورم دارن انتخاب میکنن. ولی آقای دکتر، این بحثی که توی قاعده تیلور هست در واقع اون گرفتن بیزینس سایکل ها هست، یعنی وقتی که میره توی رکود. قبول دارم، من دارم همینو میگم. میگم حتی در کشورهای پیشرفته هم که بالاخره سیکل های تجاری است، مشکلشون توسعه نیست، مشکلشون نوسانات اقتصادیه، در اونها هم حتی باز میگم میرسن به این که بالاخره به تولید و بیکاری هم بانک‌های مرکزی توجه بکنن. یعنی نمیتونن نگاه نکنن به خواسته های دولت ها. شما ببینید در 2007 چه اتفاقی افتاد. یعنی به جای رسیدن که نرخ بهره دیگه عملا قابلیت اجرا نداشت، در واقع به جای رسیده بود نرخ بهره که دیگه اصلا قدرت رو از فدرال رزرو گرفته بود، بنابراین دوباره برگشتن به
در واقع اون کلهای پولی و مجبور شدن سیاست تسهیل رو پیش بگیرن که بتونن اقتصاد رو از اون بحران نجات بدن. پس بنابراین من بحثم اینه، من نمیخوام زیاد راجع به این بحث بکنم و نمیخوام بگم که این بحث مهمی نیست. این که ما بگیم بانک‌های مرکزی باید توسعه‌گرا باشن یا فقط برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی باشن، برای کشورهایی مثل کشور ما که هنوز در مراحل توسعه نیافتگی هستن و نیاز به پشتیبانی توسعه دارن، نمیتونیم به طور مطلق اینو حذف کنیم بگیم بانک مرکزی فقط کارش سیاست پولیه و فقط کارش کنترل تورم و باید متمرکز به این باشه. بله، من میگم بانک مرکزی مهمترین وظیفه‌اش کنترل تورم، اصلا تورم وظیفه بانک مرکزی کنترلش، ولی نمیتونیم بگیم که وظیفه توسعه، نگاه به توسعه‌اش ازش نمیتونیم بگیریم. بنابراین مرز بین کنترل تورم و کمک به توسعه یه مرز ظریفیه، یه مرز ظریف باید رعایت بشه. همون اینکه در خیلی از کشورها افراد کردن و باعث تورم‌های سنگین در این کشورها و نوسانات سنگین شدن، این نشون میده که اونجا بد عمل کردن بانک‌های مرکزی. پس تا وقتی که بانک‌های مرکزی تبدیل میشن به ابزاری در اختیار سیاست‌گذار مالی و همش به فکر تأمین مالی باشن بدون توجه به ایجاد ثبات اقتصادی و بدون محور قرار دادن، من بازم تاکید میکنم اولین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورمه و باید محور اصلیشون باشه، هیچ چیزی نباید اونو به هم بزنه، ولی یه نیم نگاهی هم باید به توسعه داشته باشه، نمیتونه بگه اینا هیچ کدوم به من ربطی نداره. من جنبندی اگه بکنم بحثو، تا دهه در واقع 90 که بانک‌های مرکزی داشتن از ابزارهای مختلف پولی و بهره‌ای استفاده میکردن، هم هدف گذاری حجم پول داشتن هم هدف گذاری نرخ بهره، اینها تا دهه 80 بر اساس نظر فریدمن و بقیه پولیون داشتن میگفتن که شما میتونید از اون طریق به هر حال تورم رو کنترل کنید، ولی عملا دیدن که نتونستن و تورم های سنگین ایجاد شد و از اوایل دهه 90 به بعد دیگه الان به نظر من به این نتیجه رسیدن که مهمترین ابزاری که در واقع سیاست گذاری پولی میتونه استفاده بکنه همون هدف گذاری نرخ بهره است، چرا که هدف گذاری پولی در واقع منجر به نوسانات بیشتری در اقتصاد شد و به این نتیجه رسیدن که به هر حال عمده به هر حال شوکایی که در اقتصاد وارد میشه شوکایی هستش که میشه با به هر حال سیاست نرخ بهره اونها رو کنترل کرد. آقای دکتر، اینجوری که من متوجه شدم از صحبت‌های شما، شما قائل به این هستید که بانک مرکزی در ایران ابتدا باید اون اولویت تورم رو داشته باشه، ثبات قیمتی داشته باشه، اما اهداف رشد اقتصادی اینها رو هم باید نیم نگاهی بهش داشته باشه. اما آیا این نگاه باعث نمیشه که سیاست گذار پولی و سیاست پولی در واقع ذیل تصمیمات دولتی خودش رو تعریف بکنه، یا نه این وابستگی که به هر شکل ما میبینیم که وجود داره در سیاست گذاری پولی ما فارغ از این هدف هست؟ یعنی اگر روی ثبات پولی هم فقط بشینیم باز این وضعیت ادامه خواهد داشت. سه تا نکته رو باید بهش توجه بکنید. یکی بحث شرایط بین المللی کشور، یکی میزان استقلال بانک مرکزی، و یکی هم به هر حال ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی هست. ببینید، شما الان وقتی که میخواید راجع به این موضوعی که شما مطرح کردی صحبت بکنید، باید ببینیم که بانک مرکزی با چقدر قدرت چانه زنی با دولت داره. یعنی شما ببینید، ما در اصطلاح اقتصاد پولی وقتی مطرح میکنیم میگیم بانک مرکزی یه منحنی ترجیحات داره، منحنی ترجیحات بین تورم و بیکاری، که در واقع بیکاری سمبل همون رشد و ایناست، یعنی در واقع بعضی موقع از متغیر جی دی پی استفاده میکنن و رشد جی دی پی استفاده میکنن، بعضی موقع از نرخ بیکاری. بین تورم و اون یک نرخ ترجیح منحنی بیتفاوتی داره. خب این در داخل بانک مرکزی توسط سیاست گذاری خود بانک مرکزی تعیین میشه، ولی دولت ها، یعنی کسانی که بالاخره دولت و مجلس که در واقع
اداره کشور رو به عهده دارن، اونها هم برای خودشون یه ترجیحاتی دارن که بین در واقع تورم و نرخ بیکاری و ترجیحشون به خاطر اینکه سیاسی تر فکر میکنن و فکر انتخابات و چیزهای دیگه هستن، عملا شاید به بیکاری و رشد بیشتر اهمیت بدن. در دنیا هم سابقهش این گونه بوده. خب باید ببینیم که در این قدرت چانه‌زنی بین بانک مرکزی با اونها به کجا میرسن که آیا این منحنی‌های بی‌تفاوتشون به هم نزدیک بشه. 100% از نظر بانک مرکزی اولویت کنترل تورمه، ولی لزوماً این از نظر دولت‌ها ممکنه این نباشه. بنابراین من فکر می‌کنم استقلال بانک مرکزی اینجا تعیین کننده است. حالا استقلال هم که میگیم، فوری فکر میکنن که استقلال از نظر نحوه حکم دادن اینا باشه. نه، استقلال بیشتر از نظر کارشناسی و سیاست گذاری که در درون بانک مرکزی این اتفاق بیفته، که بعضی اشتباه میکنن، میگن مثلا حکمشو فرض کنید یه رئیس بانک مرکزی رئیس جمهور میده، پس بنابراین استقلال نداره از دولت. نه، این نیست. اینی که دولت هم بپذیره که بانک مرکزی در پاسخگوییش باید اون استقلال لازم رو داشته باشه. حالا این که بذاریم کنار، ما یه مشکل دیگه ای داریم. ما مشکل دیگه، مثلا به خاطر تحریم. شما وقتی تحریم اتفاق میفته، عملا دولت هم اختیاری نداره. یعنی شما الان میگی که بانک مرکزی میره زیر سلطه دولت، ما میگیم مثلا دولت میگه من چاره ای ندارم که به شما سلطه داشته باشم. یعنی شما وقتی مثلا، ما مقایسه خیلی خوبیه بتونیم بکنیم، سال 1999 درآمدهای ارزی کشور برای دولت، سهم دولت، یه چیز نزدیک 5 میلیارد دلار شد. خب در طول تاریخ ما حداقل تو 20 سال گذشته بی سابقه بوده. خب 5 میلیارد دلار ضرب در 4 تومن کردی شد 20000 میلیارد تومن. یعنی دوره‌ای بود که من یادمه حدود 800000 میلیارد تومن حجم بودجه عمومی دولت بود. خب شما میشه 3% بودجه. وقتی شما همیشه 30% در واقع بودجت، درآمد بودجت از نفت بود، 50%، 40% از نفت بود، یه دفعه سقوط میکنه به 3%. خب شما تصورت از اینکه بانک مرکزی مستقل و دولتی که نخواد تأمین بکنه چیکار باید بکنه و ابزارهای تأمین مالی از روشهای دیگه براش بسته باشه، رای براش پیدا نمیشه. بنابراین من میخوام بگم که اینکه چقدر بانک مرکزی میتونه روی اون هدف اولش که تورمه و هدف اصلیش از کنترل بکنه و وایسه، بستگی به این داره که چقدر دولت و مجلس، من دولت و مجلس میگم چون بخش عمده ای از این قوانین و مقررات خب مجلس تصویب میکنه، حتی ممکن دولت هم نقشی نداشته باشه. بنابراین دولت و مجلس با هم دیگه باید بانک مرکزی به در واقع یک تعادلی برسن. اگر نشه و فشارهای بیرونی هم به دولت فشار بیاره، عملا اتفاقاتی میفته که تا یه چند سال گذشته ما در کشورمون داشتیم. ولی آقای دکتر، اگر بودجه همونجوری که گفتید مثلا توی اون سال 3% درآمد نفتی تونست دولت به دست بیاره، بانک مرکزی مگر چه کار میتونه بکنه غیر از اینه که مثلا تزریق در واقع پای پولی رو بخواد افزایش بده و ایجاد تورم کنه؟ یعنی کار خاصی چرا میتونه انجام بده؟ چرا؟ ببینید، یکی از کارهایی که ما کردیم به نظر من کار مهم ماندگاریه، ریل گذاری سیاست گذاری مدرن پولیه. یعنی چیکار کردیم؟ اومدیم در واقع عملیات بازار باز رو راه اندازی کردیم. خب تلاش زیادی شد، بعد از یک سال و خورده کار بالاخره از اوایل سال 99 ما این رو عملیاتی کردیم. البته من معتقدم هنوز کار داره تا بتونه پخته بشه و استفاده مطلوب ازش بشه. در چارچوب اون هدف گذاری طراحی بر مبنای سیاست گذاری مدرن و استفاده از کانال نرخ بهره برای اینکه نرخ بهره کوتاه مدت بتونه به تورم خط دهی بده، همه اینها رو اومدیم راه اندازی کردیم. خب اگر دولت ها بالاخره، البته من فکر میکنم اگر کوتاه مدت باشه و منجر به ناپایداری بدهی های دولت نشه، بهترین روش این بود که دولت بتونه از فروش اوراق در کوتاه مدت بتونه این رو تامین کنه، کما اینکه از خرداد تیر به بعد 99 دولت برقرار در اون سال این کار رو شروع کرد و تا پایان سال بخش قابل توجهی از تامین مالیش رو از طریق اوراق انجام داد. خب بله، در اونجا دیگه بانک مرکزی لزوم نداشت که پای پولی رو روش بده.
درسته خب قبلش یه مقدار روش پیدا کرده بود ولی بعدش این کنترل شد. بنابراین ابزار پولی لازم رو ما نداشتیم. یعنی چرا نداشتیم؟ شما برگردیم به تاریخ، بخاطر اینکه بانک مرکزی ما در واقع خریدار ارز نفته. وقتی شما همیشه خریدار ارز نفت هستی، در واقع عملا و فشار از بالا، از مقامات بالا میاد که نرخ ارز باید ثابت بمونه. یعنی عملا شما یه چیز پک شده ارزی داری انگار. مثلا شما خودتو به دلار پک کردی. وقتی همچین حالتی باشه، سیاست پولی دیگه معنا نداره. همه احساس میکردن اصلا نیازی به سیاست پولی نداریم. چرا باید برای کنترل تورم از سیاست پولی استفاده کنیم؟ خب ارزو پایین نگه میداریم، قیمت نرخ کالای قابل مبادله پایین میمونه، واردات ارزون در میاد و تورم هم کنترل میشه. همین کاری که میکردیم. این موقعی به هم میخوره که تحریم میخورید، درآمد ارزی نفتی یه دفعه دچار سقوط شدید میشه، عملا از دستت خارج میشه. وقتی از دستت خارج شد، تازه میگی که اه من ابزار سیاست پولی ندارم. و برای همین بود علارغم اون مشکلات ما سال 97 آخرای 97 شروع کردیم مطالعهشو، 98 و 99 تونستیم این ریلگذاری سیاست گذاری مدرن پولی رو داشته باشیم. این رو بانک مرکزی لازم داره. حالا چقدر میتونه ازش استفاده بکنه و چقدر موفق بوده در استفادهش، این بحثیه که میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. آقای دکتر، اگه برگردیم راجع به اولویت‌های بانک مرکزی صحبت کردید و در واقع اون نگاهی که بالاخره باید روی رشد اقتصادی وجود داشته باشه، تو همین قالب خب ما میدونیم که دو نوع رویکرد وجود داره. یکی این که آقا سیاست گذاره پولی تا جایی که میتونه باید استقلال خودش رو حفظ بکنه و در این حال یک راهکار همکاری هم در واقع وجود داشته باشه، ولی از اون سمت خیلی هم اعتقاد دارن نه، اصلا شاید مثلا بانک مرکزی، منظورم کسانی که در واقع به عنوان مجریان در واقع سیاست گذاری پولی ما بودن، مثلا عرض به خدمتتون یک وزارتخونه ای که توی دولت باشه، و حالا روی کردی که در نهایتش غالب میشه اینه که یک سیت هم توی هیئت دولت برای مثلا رئیس کل بانک مرکزی هست که شما هم حضور داشتید توی دولت، در حالی که توی دنیا همچی چیزی وجود نداره. به نظر شما این ارتباط اگر خیلی یه همکاری مداومه به این شکل وجود داشته باشه، این به نفع بانک مرکزی یا به ضررش؟ ببینید، من فکر میکنم به نفع بانک مرکزیه. من تجربه‌مو دارم میگم. ببینید، خیلی ها تئوریک فکر میکنن، میگن اصلا بانک مرکزی نباید اصلا نزدیک بشه، کار خودشو بکنه، اصلا تو جلسات نره. من این رو اعتقاد ندارم، به خاطر اینکه در کشور ما قانون و مقرراتی که وضع میشه در واقع شامل بانک مرکزی هم میشه. وقتی شما حضور نداشته باشی، مقرراتی وضع میکنن که شما که نمیتونی در واقع ترک فعل بکنی، شما باید قانون اجرا بکنی. من نمونه هایی دارم که میتونم بگم، خیلی ها ممکن الان به من انتقاد کنن اون دوره که شما بودید چرا بعضی چیزها رو اجرا کردیم. میگم قانونه، شما قانون حد اکثر کاری که در مقابل قانون میتونی بکنی اینه که استعفا بدی، بگی من نیستم. کما اینکه تقریبا آخرای ما همین شد دیگه، یعنی عدم برگشت ما به بانک مرکزی سابقه چند ماه قبلش داشت که اختلاف نظرهایی پیدا کرده بود. خب ببینید، شما در ارتباط با این نکته که فرمودین، من بحثم اینه، اگر شما نباشید خیلی چیزا میتونه تصدیب بشه که شما اصلا اونا رو قبول نداشتی. ببینید، مثلا میگم خدمت شما یه نمونه هایی رو که من تجربی دیدم. فرض کنید قانون وضع کرده بانک مرکزی اول سال باید 3% تنخواه به دولت بده و یک مقرره قانون برنامه ششم توسعه هم هست که در اونجا ذکر شده و همیشه هم تکرار میشه، هستش، پایداره، و اون اینه که در حوادث مترقبه یا مواقعی که دولت وضعیت اضطراری پیدا میکنه 3% دیگه هم باید اضافه بکنه. خب ببینید، این 3% بربوط به کرونا میشد دیگه، اوائل 1400 وضعیت کرونا همچنان تشدید بود، پول نیاز داشت دولت، بنابراین اوایل سال 1400 مشکل مالی داشتن. من تا وقتی که بودم قبل از انتخابات، چون بعدش دیگه نرفتم بانک مرکزی، مقاومت کردم، 3% دوم ندادم و تو جلسات استدلال کردم و دلایلی آوردم که بالاخره دولت کوتاه اومد. حالا اگه کوتاه هم نیومد،
دیگه نتونست به من این رو خیلی تاکید بکنه. من گفتم من اجرا نمی کنم. خب بعد از اینکه من اومدم، خب این 3% هم گرفتن. شاید هم یکی از دلایلی که تیر و مرداد یه مقدار پای پولی یه دفعه رفت بالا این بود که این 3% دوم هم در واقع به دولت پرداخت کردن. خب پس بنابراین میتونه، یا مثلا در ارتباط با ارز، نرخ ارز یا پیگیری های مربوط به تنظیم واردات که منجر به فشار به تقاضای ارز نشه، خب بانک مرکزی حضور فعال داشت و من فکر میکنم شاید شما هم اطلاع داشته باشین چقدر بالاخره تنظیم میکرد، میرفت تو جلسات میگفت این کالا رو فعلا بذارید عقب، این کالا رو فعلا اولویت بدین. بنابراین اگر این کار رو نمیکرد ممکن با حجم عظیمی از ثبت سفارش مواجه بشه که عملا فشار رو تقاضای ارز ببره بالا. بنابراین من معتقد هستم بودنش خوبه، ولی بودن رئیس بانک مرکزی در دولت نباید موجب این بشه که اونها بخوان تحمیل بکنن، یعنی در واقع دولت تحمیل بکنه. من معتقدم که اینا برمیگرده به شخصیت خود رئیس بانک مرکزی و اینکه چقدر وابستگی به پست مقام داشته باشی و چقدر تابع سیاست‌های ابلاغی دولت باشی. و آقای دکتر، قانون جدید بانک مرکزی به نظرتون تونسته که قدرت بیشتری به بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی بده یا نه؟ به نظر من نه. ببینید، من خودم از اول خب مخالف بودم و طی نامه‌ای هم که خدمت رهبر انقلاب نوشتم همون موقع و تأکید کردم، ازشون خواهش کردم که اینو به تأخیر بندازن و ایشون هم فهمودن که با هماهنگی بانک مرکزی تعیین کنید. تا یه حدی هم هماهنگ کردم با ما. بعدش که ما دیگه اومدیم، دیگه من در جریان پروسش نبودم، در یه رفت و برگشتایی به هر حال تصویب شد. ببینید، در بعد نظارت بر بانک‌ها به نظر من یه مقدار پیشرفت داشته، یعنی خوب بوده و کنترل‌های خوبی پیش بینی کرده، ابزارهای خوبی در اختیار بانک مرکزی گرفته. پس بنابراین در بخش ایجاد ثبات مالی و کنترل بانک‌ها، که به نظر من اصلا وظیفه بانک مرکزی‌ها نیست الان دیگه تو دنیا، در اون زمینه به بانک مرکزی اختیاراتی دادن، اختیارات خوبی دادن. ولی در ارتباط با سیاست پولی که شما هیئت عالی درست کردین، بازم همش منصوب در واقع رئیس جمهور هستن، یعنی منصوب دولتن. جز دادستان کل کشور، بقیه همه منصوب دولتن یا معاونای رئیس کلن که بالاخره اونا هم با هماهنگی دولت تعیین میشن، یا خود وزرای دولتن یا منصوبین دولت. البته یه اشکال دیگه هم داره به نظر من، و اون اینه که رئیس کل بانک مرکزی الان در واقع یک قدرت‌های سایه هم داخل بانک مرکزی خواهد داشت. به این در موقعی که شورای پول اعتبار بود، همه بیرون میومدن و رئیس کل بانک مرکزی بعد از جلسه شورا استقلال لازم رو در داخل بانک مرکزی داشت. حالا شما 4 عضو موظف غیر بانک مرکزی داری، عضو هیئت عالی، که اونها با حکم رئیس جمهور، درسته با پیشنهاد رئیس کل تعیین میشه، ولی ما که میدونیم در ساختار سیاسی کشور ما بالاخره این پیشنهادهای رئیس کل و تایید رئیس جمهور رفت و برگشتایی داره، بعضی ما برعکس میشه، یعنی از طرف رئیس جمهور پیشنهاد میشه، شما پیشنهاد میدی، یعنی در واقع میگن شما اینا رو بدید ما تایید بکنیم. این اتفاق خواهد افتاد، یعنی حالا ممکنه الان اتفاق نیفته، بعدا اتفاق خواهد افتاد. پس بنابراین نمیتونیم بگیم استقلال بانک مرکزی بیشتر شده. به نظر من وجود رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر اقتصاد در هیئت عالی، این خودش یعنی وجود ارکان اصلی در واقع سیاست مالی در داخلش و هیئت عالی بانک مرکزی هستن، و این نشون نمیده که بانک مرکزی استقلالش بیشتر شده باشه. و بدتر از اون، من همیشه هم مخالف بودم اومدن مثلا شورای فقهی جزء ارکان بانک مرکزی معنا نداره. خب شما اگر رئیس بانک مرکزی در جمهوری اسلامی هستی و میخوای بالاخره رعایت ضوابط شرعی بکنی، خب ما شورای فقهی داشتیم، مشاوره میگرفتیم، ولی جزء رکن بانک مرکزی نبود. این جزء موارد خیلی جالبه در کشور ما، هیچ ضرورتی هم نداشت به نظر من. نمیشه که همردیف هیئت عالی که سیاستگزار اصلی پولی کشور هست، در کنارش مثلا یه شورای فقهی داشته باشین که بعضا باید بهش مراجعه کنی برای مشاوره گرفتن. بنابراین به نظر من نه، اون استقلالی که پیش بینی میکردیم که بانک مرکزی با این قانون جدید داشته باشه، به نظر من خیلی تغییر نخواهد کرد.
آقای دکتر، یکی از دغدغه هایی که همه رؤسای کل موقعی کار دارن همین نرخ ارز هست و خب ما میدونیم که ارز در اقتصاد ما یه لنگر اسمی برای سیاستگزار هست و سیاستگزار پولی انتظارات رو با نرخ ارز میخواد کنترل بکنه، اما به نظر شما ما نمیتونیم این لنگر رو حداقل بگم توی میان مدت تغییرش بدیم؟ آیا بانک مرکزی نباید بره به این سمت که بتونه یه لنگر اسمی جدیدی در واقع پیدا بکنه؟ و حالا خودتون فکر میکنید حالا با توجه به تجربه ای که داشتید، اگر حالا بیشتر رو مباحث اقتصادی رئیس کل تأکید بکنه و وقتشو بذاره تو مباحث پولی، مؤثرتر نیست تو بلند مدت برای اینکه تورم رو کنترل کنه؟ ببینید، ما دو تا در واقع حاشیه داریم در بانک مرکزی خودمون که در بانک‌های مرکزی دنیا دیگه تقریبا حل شده یا حداقل نیست. البته بر کشورهای صادرکننده نفت اوپک خب بیشتر هستش، ولی من خودم رو با یعنی بانک مرکزی رو با مقایسه اون چیزی که استاندارد بین المللی دارم میگم. یکی بحث رابطه مالی بانک مرکزی با شرکت نفت یا وزارت نفت، و یکی هم بحث نظارت بر بانک ها. یعنی در واقع هیچ کدوم از اینا سیاست‌گذاری پولی نیست. یعنی بانک مرکزی دنیا که میگیم سیاست‌گذاری پولی، یعنی یا عرضه پول رو کنترل میکنه یا نرخ بهره رو کنترل میکنه، که هر دوش هم البته اولی هم باز بالاخره منجر به کنترل نرخ بهره میشه دیگه. یعنی نهایتا به نرخ بهره و سیاست انبساطی یا انقباضی منجر میشه. ببینید، ما رابطمون با نفت اینه که شما موظف هستی صادرات نفت که میشه بلافاصله با واریز به حساب‌های بانک مرکزی شما ریالش رو به در واقع خزانه واریز بکنی. خب این اولا دست شما رو می‌بنده، شما ارزایی داری می‌گیری که باید اینا رو بالاخره بفروشی دیگه، و اگه همینجوری نگهداری که پای پولی هی میره بالا، و حتی اگر همه رو بریزی حساب خزانه همون لحظه پای پولی نمیره بالا، ولی به تدریج که دولت از این در واقع استفاده میکنه، سپرده‌های نزد بانک مرکزی، عملاً پای پولی میره بالا و شما باید هی دخالت بکنی و ارز رو عملاً هی پایین نگه داری. شما با دخالت با فروش ارز، اگه نفروشی پای پولی میره بالا، اگه بفروشی نرخ ارز تثبیت میکنی و عملاً نرخ حقیقی ارز رو شما کم در واقع کمتر از بیشتر ارزش گذاری میکنی. بیشتر ارزش گذاری میکنی پول ملی رو، پول ملی رو بیشتر ارزش گذاری میکنی و عملا نرخ حقیقی ارز رو تقویت میکنی دیگه. این کار، این باعث میشه که بانک مرکزی با یک واقعی روبرو بشه که اون واقعی اینه که شما یه لنگری درست کردی به اسم نرخ ارز و ارز، و اون رو در واقع پایه سیاست پولی خودت قرار دادی. پس دیگه سیاست پولی لازم نداری، شما میای با تثبیت اون عملا با اون تورم رو کنترل میکنی، بعد میبینی که احساسی احتیاجی به سیاست پولی دیگه نداری. پس چرا در کشور ما میگیم این محدودیت؟ این باید حل بشه. من شنیدم در برنامه در واقع توسعه هفتم که دولت داشت میداد، اولش این بود که ارزای نفتی بدن به صندوق و صندوق مسئولیت داشته باشه. این خیلی پیشنهاد خوبی بود. من حتی به یکی از مسئولینم نوشتم این پیشنهادتون خوبه، اگر این مواردش هم رعایت بشه خیلی بهتر خواهد شد. ولی متاسفانه یعنی بانک مرکزی از اون تصفیه تجاری اصلا هست بشه. بله، خود صندوق مثلا ارزا رو بگیره، حالا اون بخشش که میخواد نگه داره به عنوان ذخیره خودش، اون سیاستایی که برای صندوق حاکمه اون رو اجرا کنه. ما با تفاوت که سهم دولته به مرور بر اساس سیاست بودجه یا بر اساس توافقی که بین صندوق بفروشه و ریالش بده به دولت، و بانک مرکزی مراقبت بکنه جاهایی که احساس بکنی که فروش یک باره یا نبود ارز باعث میشه که بازار ارز به هم بخوره، اونجا مداخله کنه.
نه اینکه صبح تا شب خودش عامل اجرای این باشه. وقتی عامل اجرای این باشی در سیاست‌های تخصیص ارز هم باید دخالت کنی، تو تامین ارز هم باید دخالت بکنی. عملاً برای همینم هم می‌بینی هر رئیس کلی که میاد مهم‌ترین دغدغه‌اش میشه ارز. خب این باگ بزرگ سیستم بانک مرکزی ماست. خب این در کشورهای مثل عربستان و امارات و اینها که اومدن بالاخره این ارزی که از این نفت و اینا میارن نسبت به جی دی بیشون رقم قابل توجهیه و اون رو استفاده کردن و پک کردن با دلار و ثابت کردن. ما که میگیم نرخ ارزمون نرخ ارز شناور مدیریت شده است، اصلا این معنا نداره. و الان هم ببینید نرخ ارز مدیریت شده نیست که. نرخ ارز ما نرخ ارزیه که شما هر چند وقت یه بار یه تکونی بهش میدی میاد بالاتر. یه روز نمیدونم 3 تومانیه، یه روز میشه 7 تومن، یه روز میشه 15 تومن، یه روز میشه 40 تومن. خب داره همینجوری پله پله میاد بالا. خب شما با همون یه مقدار که اون پله رو نگه داشتی، حالا اسمش میذاری تثبیت، اسمش هر چی میذاری کنترل ارز، خب میای میگی که من کنترل کردم تورم. پس دیگه احساس میکنی نیازی به استفاده از ابزار سیاست پولی نداری. و ما اگه بخوایم اینو از لنگر رو از سیاست خارج کنیم که بانک مرکزی بیاد رو سیاست پولیش، سیاست های مدرن پولی، و ما برای همین همین عملیات بازار و باز طراحی کردیم و پیش بینی کردیم که یواش یواش این خارج بشیم ازش. ولی خب متاسفانه تا حالا این کار نشده. چرا نشده؟ دلیلش هم میگم. در شرایط تحریم خب دولت ها فکر میکنن دیگه، میگن ما بخشی از منابعمون که صادر میکنیم مسدود میشه. صندوق که ریال نداره که اگه مسدود شد ریالش تسعیر کنه بده. پس بانک مرکزی باشه که اگه گیر کرد بریم تسعیر کنیم ازش بگیریم، کما اینکه در سالهای همین سال پیش هم همین کارو کرده. یعنی شما میایید در واقع میگید ارزا میریزیم به حساب شما ولی مسدوده، شما فعلا ریال شما بده خرج کنی، بعدا ارزش میاد خودت استفاده کن. درست. پس بنابراین از 3 تا در واقع ابزاری که ما داریم، یکی کنترل کل های پولی، یعنی حجم پول و پای پولی، یکی در واقع کنترل نرخ بهره، و یکی هم لنگر ارز. لنگر ارز الان قالبه، چون قالبه اجازه نمیده شما از اون دو تای دیگه به درستی استفاده بکنی. به نظر من مهمترین باگه. باگ دوم در واقع وجود نظارت بانک مرکزی بر بانک هاست. به این بانک های ناترازمون زیاده، مشکلات زیاد دارن و اونها عملا دارن به صورت درونزا نقدینگی خلق میکنن. و شما الان گیرتون اینه، فرض کنین الان مهمترین مشکل بانک مرکزی ما برای اعمال سیاست پولی انقباضی که افزایش تدریجی نرخ بهره است، خب بالاخره باید این اتفاق بیفته دیگه. شما برای تورم جزئی نمیتونی کنترل کنی. گیرش چیه؟ گیرش اینه که اگر بخواد این رو ببره بالا، بانک هایی که زیر نظرش داره نظارت میکنه ناترازتر میشه و عملا مسئولیتش با بانک مرکزیه. شما برای اینکه کمک کنی اونا ناترازتر نشن و از شما دوباره نیان اضافه برداشت بکنن، مراقبت میکنی نرخ بهره خیلی بالا نه. یعنی عملا سیاست پولی انقباضی شما رو منحرف میکنن و شما سیاست پولی به بنبست میرسه. و این الان مشکل کشور ماست و بانک مرکزی میخواد راجع به سیاست‌های پولی اصلی خودش اقدام بکنه، دستش بسته است و برای همین هم نمیتونه کنترل بکنه. از این طریق برای همین هم تلاش میکنه از همون لنگر ارز استفاده کنه. سعی میکنه ارزی که الان مثلا تو بازار بالای 50 تومنه بیاره مثلا 40 تومن، بیاره 28 تومن، یا قبلا بیاره رو 4200 تومن، بتونه از اون طریق تورم رو کنترل کنه، چون سیاست پولیش و انقباضیش رو نمیتونه عمل بکنه. آقای دکتر، به بحث ناترازی بانک ها اشاره داشتید. خب اقداماتی شد از دوره آقای سیف، دوره خود جناب عالی، و خب برخی از بانک ها و مؤسسات ناتراز بسته شدن، ولی هنوز به قوت خودش اینکه سیستم ناترازه وجود داره و گویی که ما دیگه عادت کردیم با این وضعیت ناتراز و سیاست گذار پولی باید این رو به عنوان یک گیون و یه داده شده فرض بکنه و سیاستش رو بذاره. به نظر شما این قابل حل هست تو این شرایط تحریمی به طور کلی؟ ببینید حتی شرایط تحریمی هم نباشه به این راحتی قابل حل نیست. ببخشید من توضیح بدم. ببینید من موقعی که مسئولیت بانک مرکزی گرفتم در اواسط 1397،
یه گزارشی از وضعیت بانکی خدمت رهبری نوشتم و بهشون عرض کردم که اون چیزی که من الان تحویل گرفتم در واقع دارایی سمی و زیانم باشته و اینها داره، یعنی با عدد و رقم خدمتشون گزارش داد. خب ببینید بالاخره یه همچین چیزی توی این 4-5 سالش فشار حداکثری بیشتر شده، یعنی دولت بهش فشار اومده، هی رفته این منابع از بانک‌ها برداشته و بانک‌ها دو نوعن. یه نوع بانک‌های دولتی هستند که دولت راحت ازشون برداشت میکنه و ازشون وام میگیره، اعتبار میگیره، مجبورشون میکنه بالاخره پرداختی‌های بهش بکنن. یه سری هم بانک‌های خصوصی هستند که متأسفانه این بانک‌های خصوصی هم بالاخره به یه جاهایی وصلن. یعنی شما به عنوان بانک مرکزی اقدام میخوای بکنی، اول علیه خودت اقدام میشه، معلوم هم نیست از کجا میشه. یعنی میخوام بگم که قدرت های پنهانی پشت سر بعضی از این ناترازی ها وجود داره. من یه موردش خدمت شما میگم، اسم نمیبرم چون ممکنه مثلا یه مؤسسه این مؤسسه اعتباری که از تجمیع چند تا مؤسسه ایجاد شده بود اومده بود مثلا وام داده بودن، سپرده مردم جمع کرده بودن با نرخ 27-28%. بعد اینو وام داده بودن به یک فردی، به دو فرد، سه فردی از دوستان خودشون. خب بانک مرکزی هم خیلی به اینا نظارت نداشت دیگه، اینا همینجوری سبز شده بودن رو زمین دیگه با پشتیبانی هایی اینا را الله خیلی هم نمیخوام وارد بشم. خب اینا اومده بودن، رفته بودن وام دادن، در مقابلش وثیقه گرفته بودن. خب اینا اومده بودن، خیلی جالبه، بعد از 7-8 سال که من شروع کردم اقدام علیه اینا و اومدیم دارایی‌هاش ارزیابی کردیم، بعد از 7-8 سال، بعد از گذشت چند سال تورم 20%، هنوز قیمت کارشناسی اون سالی که ما کارشناسی کردیم به قیمت اون سالش نرسیده بود. یعنی ملکی که مثلا می‌ارزیده 1 میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان ارزش گذاشته بودن کارشناسی، در مقابلش مثلا 8 میلیارد تومان وام گرفته بودن. خب هزینه زیاده، یعنی این مؤسسات بودن، بعضی از بانک‌های ما بالاخره بانک‌های خصوصی و مثلا بانک سرمایه اومده بودن، واقعا کسانی که وام گرفته بودن همشون در واقع کارتون خواب و اینا بودن، ولی پشتش که کسای دیگه بودن. حالا خب به قضایی هم داره رسیدگی میکنه. خب اینا اومده یه زیان‌های انباشته رو برای این ایجاد کرده، منابع ندارن ولی سپرده گذار دارن. خب چیکار میشه کرد؟ یعنی بانک مرکزی یا باید خودش وارد بشه، اون بیلاتی که دو دنیا آمریکا و جای دیگه انجام میدن این دیگه، دولت بیاد بگه آقا من اینقدر پول میذارم اینا رو هم دارم خودم دیگه مدیریت میکنم. یا مثلا قوامین ما، بانک قوامین، خب درسته ما آوردیم ادغام کردیم تو بانکای دولتی، ولی واقعا خب ناترازی وحشتناکی ایجاد کرده بود. خب اینا تخلف بوده، حرف بانک مرکزی هم در موقع خودش گوش نمیدادن. بانک مرکزی چیکار میتونست بکنه؟ وابسته به نیروی انتظامی بود و بانک مرکزی هم زوری نداشت که، یعنی ضمانت اجرایی نداره اقدامهای بانک مرکزی. بنابراین ببینید این که میگید آیا میشه اینها رو حل کرد، به نظر من میشه حل کرد. این سال همون 97-98 من یه پیشنهادی بردم در سران قوا، اونجا گفتم که 5 میلیارد دلار از صندوق توسعه به من بدید و یه آیین‌نامه هم پیشبینی کردیم برای سرپرستی این مؤسسات و بانک‌های ناتراز و شما اجازه بدید که ما اینا رو در واقع حل کنیم، مدیریت کنیم بدون اینکه پای پولی اضافه بشه. و تو شورا بحث مفصل شد و اینا 5 میلیارد قبول نکردن، گفتن 3 میلیارد. خب 3 میلیارد تایید شد، رفت به تایید مقام رهبری برسه، از اونجا هم برگشت اون 3 میلیارد هم حذف شد. گفتن خب بانک مرکزی با همین آیین‌نامه‌ای که داره این کنترل کنه. من گفتم خب چجوری؟ من فقط میتونم اونجا رو فریز کنم، سرپرستی بذارم، فعلا مدیریت کنم که بدتر از این نشه، ولی نمیتونم این درست کنم. خب ببینید شما وقتی پول ندی که نمیشه که، بیماری فطیره دیگه. شما میتونی شما بدونی که هزینه بکنی، این بانکای ناتراز که دارن اقتصاد کشور رو میکشن به خودشون و کشور رو دارن نابود میکنن، بتونی حل کنی. الانم من خب میبینم دوستان بانک مرکزی میگن مهلت 6 ماه دادیم چیکار میخواد بکنین؟ حالا 6 ماه بعد میخواد چیکار کنین؟ شما مثلا میگی ادغام بشه به یه بانک ملی، ادغام بشه در یه بانک بزرگتر، خب اون ناترازی میبره تو اون بانک، فرقی نمیکنه. شما باید این ریشه ای حل کنین. دولت باید برای اینا هزینه بکنه،
و مقصرم دولت بوده که به هر حال دولت مجموعه دارم میگم که هم نظارت کافی نشده و هم امکانات زیادی ازشون خواستن. پس بنابراین ما این ناترازی ها رو یک شبه نمیتونیم حل کنیم، باید یک تصمیم جدی ملی بگیریم برای حلش و کار بانک مرکزی هم نیست. چرا بانک مرکزی میتونه پول چاپ کنه همه اینا رو نجات بده، ولی واقعا مگه میشه تو این شرایط؟ به اندازه کافی ما فشارهای تورمی و نقدینگی داریم و بخواد این کارها رو هم بکنه. بنابراین الان این بانک ها مانع اعمال سیاست انقباضی پولی بانک مرکزی هستند، برای اینکه شما هر چقدر نرخ بهره رو بری بالا اینها بیشتر میبرن بالا. خب الان من شنیدم خیلی از این ناترازا نرخ‌های سود 27-28% دارن میدن. از کجا میدن؟ هیچ کشفلو ندارن. وقتی شما کشفلو نداری فقط داری از قانون پونزی استفاده میکنی، قاعده پونزی استفاده میکنی، یعنی پول سپرده‌گذارهای جدید میگیری که بدی به سپرده‌گذارهای قدیم. خب این باید یه جایی و سیستم نظام باید به جایی برسه که اینو به صورت اساسی حل بکنه و به نظر منم بخشی توسط بانک مرکزی قابل حل نیست. آقای دکتر، شما به ریشه‌های اقتصادی سیاسی ناترازی سیستم بانکی اشاره کردید، اما برشک در دوره خود شما هم یک اقدامی انجام شد برای اینکه تا حدودی اثرات این بانک‌های ناتراز توی اقتصاد گرفته بشه و اون هم در واقع بحث کنترل ترازنامه بانک ها بود که غالبا این رو که سیاست ارتودکسی نیست دیگه، یک سیاست در واقع قبلا مثلا در کشورهای مختلف انجام می شده و شما اومدید به عنوان حالا یه سیاست مکرو پرودنشال بگیم استفاده شده، ولی ظاهرا الان این سیاست مکرو پرودنشال انگار ابزاری شده برای سیاست پولی. آیا شما موافقه این کار هستید؟ ببینید این نکته درستی اشاره کردید. در واقع این مقررات احتیاطی که تحت عنوان کنترل ترازنامه بانک‌ها ما مصوب کردیم و رفتیم به سمت اجراش و ابلاغ هم کردیم، حتی دوره من ابلاغ شد اینها، واقعا هدفمون در این حال، یعنی بیشتر هدفمون بود که ما بتونیم ریسک بانک‌ها رو کنترل بکنیم. یعنی در واقع بانک‌هایی که در کفایت سرمایه کافی نداشتن داشتن همینجوری تحصیلات میدادن. ما گفتیم بالاخره در یه حدی روش کنترل بکنیم. در این حال کم هزینه ترین راه کنترل نقدینگی بود. چرا میگم کم هزینه ترین؟ برای اینکه من باز دوباره تکرار میکنم، چون اصل ابزار مهم دست بانک مرکزی در واقع کنترل پای پولی و کنترل نرخ بهره است، یعنی در واقع سیاست انقباضی افزایش نرخ بهره است. چون این پرهزینه بود و بانک‌ها رو دچار مشکلات بیشتری میکرد، ما مجبور شدیم بخشی از نیرو رو بذاریم رو اینکه ما ترازنامه رو کنترل بکنیم. ولی اینکه این تبدیل بشه مهمترین ابزار سیاست پولی، به نظر من ایراد اساسی داره. اصلا این ابزار سیاست پولی نیست، ابزار احتیاطیه برای اینکه بانک‌ها رو کنترل بکنه و اجازه نده نقدینگی به صورت درونزا رشد بکنه. چون بخشی از رشد نقدینگی درونزا تو سیستم بانکیه، خلق نقدینگی بانک‌ها رو یه مقدار کنترل بکنه، این خوبه، ولی در بلند مدت شما این نمیتونی ادامه بدی که، یعنی شما وقتی این ادامه بدی در واقع، من وایسی رو اخیراً مرحوم دولت آبادی چند روز قبل از فوتشون که یکی از مدیرهای واقعا با اخلاق و خوب سیستم بانکی ما بود گذاشته بود، به یکی داشت جواب میداد، من شنیدم میگفت والله الان با سیاست کنترل ترازنامه ما دیگه عملا به تولید هیچ وامی نمیتونیم بدیم، یه سری وام های تکلیفی دولتیه بابت ازدواج و بابت غزو الحسنه هایی که باید بدیم و یه سری کمک هایی که به بعضی جاها باید بکنیم، غیر از اون ما دیگه الان نمیتونیم وام بدیم. خب ببینید این در بلند مدت تولید شما هم دچار مشکل میکنه و رونق اقتصادی شما رو دچار مشکل میکنه. این تا یه حدی قابل قبوله برای اینکه اون انتظارات تورمی رو کنترل کنه، نقدینگی رو کنترل کنه، تا یه حدش قابل قبوله، ولی یه ابزار سیاست پولی نیست. ابزار سیاست پولی در دنیا الان شناخته شده است، یعنی در واقع ابزارها یا در واقع نرخ بهره است یا در واقع عملیات بازار باز برای کنترل کلاهی پول. آقای دکتر، اصلا میشه که شما، چون بعضی از کارشناسان این رو مطرح میکنن که آقا تا شما نقدینگی رو بتونید با حالا اون کنترل ترازنامه
توی اعداد مثلا 25-26% کنترل کنی، دیگه مهم نیست پای پولیت چقدر باشه. آیا واقعا چون اینا به هم مرتبط هستن، نمیشه شما اون سر منشأ رو با یه حجم بالایی بگیرید و اینجا فکر کنید میشه این رو دائم و پایدار توی اون حجم مثلا رشد معقول نگه داشت؟ آیا شما معتقد هستید که میشه به صورت پایدار تا اون نقدینگی رو شما نگه دارید اونور پای پولی هر چقدر بخواد رشد پیدا کنه؟ نه، این که اصلا منطقی نیست، اینا باید همگرا باشن. اصلا تاریخ گذشته ما رو نگاه کنین، 30 سال گذشته، 40 سال گذشته، روند این دوتا یکی بوده. یعنی من اینجوری که آخرین اطلاعاتی که دارم، نرخ رشد پای پولی رو هولوش 22% بوده و میانگین 30 ساله رو دارم میگم. نرخ رشد نقدینگی توی 27-28% بوده. یعنی توی رنجی داشتم با هم با یک کانال فاصله با هم ادامه میدادم. پس بنابراین این که شما در یه مقطعی اون رو کنترل کنی و این بر رو کنترل نکنی، این در بلند مدت امکان پذیر نیست. حتی به نظر من میان مدت امکان پذیر نیست. فشارش میاد بیرون. ببین شما الان وقتی اضافه برداشت به یه رقم قابل توجهی برسه، اینو بالاخره باید تدبیر کنی. این بدهی بانکه. شما دارین از این طریق داری برای بانک بدهی ایجاد میکنی. این بدهیش بانک باید یه جوری به شما پرداخت کنه، دیگه از شما اومده گرفته. پس بنابراین من معتقدم که این ادامه ناترازی بانک‌ها، ما اینو نمیبینیم. ما فقط اونو میبینیم که نرخ رشد نقدینگی مثلا هم رسیده به 27%. اونو اگه فقط ببینی، باید این بانک هم ببینی دیگه. بانک هم داره هی روز به روز ناترازیش بیشتر میشه. این ناترازی بانک یه جایی میزنه، شما با تامینش کنید دیگه. اونجاست که میاد روی نقدینگی خواهد نشست. بنابراین من معتقدم دوستان نباید از این بابت خیلی خیالشون آسوده باشه. یعنی شما اومدی با افزایش در واقع سپرده قانونی، نرخ سپرده قانونی بعضی بانک‌ها رو بردی بالا و اینها مجبور شدن اضافه برداشت بکنن و با این اضافه برداشت پای پولی رفته بالا. حالا دو تا کار باید بکنید دیگه. باید این سپرده قانونی، دیدم بعضی از بانک‌ها دارن کم می‌کنن، باید مجبور میشه چون بانک‌ها زیانده میشن. شما میای سپرده قانونیشون کم، به معنی این سپرده قانونی کم می‌کنی، در واقع ظریف فزاینده چی میشه؟ افزایش پیدا می‌کنه. وقتی ظریف فزاینده بره بالا، عملاً نقدینگی شما رشد می‌کنه. شما حالا ببینید آمارای اسفند، بهمن و اسفند رو بیاد بیرون، ببینید تغییر این روند چگونه خواهد بود. من فکر میکنم، ببینید، ما معتقد هستیم که کلهای پولی با هم دیگه ارتباط منطقی دارن و این کلهای پولی نمیتونی، شما ضریب فزاینده است الان در حدود 7.3%. خب این میتونه 8 باشه که اون که بوده بعضی سالها. این به محض اینکه مثلا 0.5% بره بالا، 0.5% ضرب در واقع پایه پولی ما که الان در وقت 1000 همت هست، شما ضرب بشه، چقدر نقدینگی رو افزایش میده؟ خب این خودش تأثیر رشدی رو نقدینگی خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم اینها برای تثبیت کوتاه مدت خوبه، حتی کنترل ترازنه برای کنترل انتظار تورمی خوبه و جلوگیری از تورم شدید خب خوب بوده، موفق بوده. ولی من معتقدم این راهکار اساسی نیست. یعنی شما اگر سیاست پولیتون رو این متمرکز بکنی و ناترازی بانک ها ادامه پیدا بکنه، کسری بودجه دولت ادامه پیدا کنه، شما یه جایی مجبور میشی از این حسبی های بیرون دوباره اون اتفاقات خواهد افتاد. آقای دکتر، ما توی این سوالات هم به کسری بودجه جناب عالی اشاره کردید و هم راجع به ناترازی بانک ها صحبت کردید که اثرگذار رو تورم. خودتون با توجه به تجربه‌ای که داشتین، به نظرتون کدوم یکی از این دو مورد بیشتر باعث شده که این تورم حدود 40% رو ما الان داشته باشیم؟ من معتقدم بخش عمده ای از ناترازی بانک ها به خاطر همین کسری بودجه بوده. یعنی در واقع اگر بانک های خصوصی رو در نظر نگیریم که به نظر من انحراف هایی درش بوده و باید به طور جدی بهش رسیدگی بشه و کنترل بشه، ولی عمده ناترازی ها برمیگرده به در واقع فشارهایی که دولت
برای تأمین منابع از بانک‌ها کرده و اون هم باز ناشی از کسری بودجهش بوده. حالا یا از بانک مرکزی گرفته، خب در یه مقاطعی از بانک مرکزی بیشتر میگرفتن، اخیرا خب مد شده میگن از بانک مرکزی نمیگیریم ولی از بانک‌ها میگیرن و عملا بانک‌ها میان از بانک مرکزی برداشت میکنن. خب هر دوتاش یکیه. نتیجه همه اینها در بلند مدت خلاصه رشد نقدینگی و تورم خواهد بود. من معتقدم کسری بودجه مزمنی که ما داریم متاسفانه در ایجاد در واقع هزینه کنترل های لازم توسط دولت انجام نمیگیره و بر اساس یک سری درآمدهای واهی معمولا بودجه بسته میشه و چیزایی هم در مجلس معمولا اضافه میشه، عملا در نهایت یک کسری اتفاق میفته. حالا یه مدت تنخواهای رو میگرفتن به بانک مرکزی، عملا در آخر تسویه نمیکردن، با یه روشهایی از طریق فرض کنید ارزهای سال بعد و اینها خلاصه این مشکل رو حل میکردن. حالا مقطعی اومده که بالاخره از بانک‌ها برداشت میکنن و عملا مثلا میگن ما از بانک مرکزی هم تنخواه نگرفتیم، فرقی نمیکنه، نتیجهش یکی خواهد بود. من معتقد هستم که کسری بودجه الان مهمترین مشکل ماست و اگر این حل نشه که البته با توجه به شرایط تحریمی این همچنان برقرار خواهد بود. ببینید الان ما یک ناترازی خیلی جدی داریم که در پرداختی به افراد، به کارکنان و کارگران و کارکنانه. خب یه گپی الان بین اینا ایجاد شده، بین تورم و اینها و قدرت خرید کارکنان دولت و کارگران رو به شدت کاهش داده. خب شما هر قد بخوای اینو زیاد بکنی این یعنی کسری بودجه، چون درآمدت افزایش پیدا نمیکنه و این درآمدم به تحریم وضع شده و تحریم واقعا فشار اساسی رو میاره. من همیشه هم گفتم یعنی بدون حل قضیه واقعا نمیشه کنترل کرد تورم رو و نمیشه کنترل کرد نرخ ارز رو. ببینید شما نگاه بکنید سال 96 که دیگه یک سال قبل از شروع فشار حداکثری بود، مثلا واردات ما یه چیز نزدیک 80 میلیارد دلار بود. سالهای قبلش که قبل از تحریم که تا 100 میلیارد هم رفت. خب شما 80 میلیارد رو مقایسه کنید با دوران سال 99 اینا که رسید به 40 میلیارد تقریبا و الان هم مثلا 50-60 میلیارده، یعنی در واقع 60 میلیارد 70 میلیارد بیشتر که نیست که. یعنی هنوز به اون مرحله در واقع 5-6 سال پیش هم واردات ما نرسیده، در حالی که ما نیازهای توسعه خیلی زیادی داریم، نیاز به وسایل واسطه ای داریم، تجهیزات واسطه ای داریم، نیاز به ماشینالات جدید داریم. خب اینا هنوز اضافه شده، یعنی اگه ما مقایسه کنیم واردات 70-80 میلیاردی اون موقع، الان ما 150 میلیارد واردات داشته باشیم، چون برای اینکه خیلی از ساختارهای ما فرسوده شده و نیاز به تامین تجهیزات و تکنولوژی جدید داریم. خب اینها لازمش اینه که شما درآمد داشته باشی. خب این درآمد ارزی که فرض کنید الان نفت و گاز ما میگن یه چیز نزدیک 30-35 میلیارد دلار میشه امسال، خب کفاف نمیده و ما نمیتونیم بر اساس اینها بودجه دولت رو تنظیم بکنیم و این کسری بودجه ادامه پیدا میکنه. برای همین هم از ما همیشه، من خودم اعتقادم اینه که باید این کار اتفاق بیفته و بدون در واقع توجه جدی به مسئله تحریم و حل این مسئله، هم تحریم هم FATF. خب حالا ممکنه بعضیا بگن FATF اونقدر مهم نیست. خیلی مهمه. ببین شما الان ببینی ایرانی نمیتونه هیچ جایی بره حساب بانکی باز بکنه، حتی دانشجویان ایرانی که در خارج اقامت دارن مشکل باز کردن حساب یا نقل انتقال پول دارن. خب این خیلی سخته، در همه کشورهای دوست هم حتی این مشکل دارن. پس بنابراین ما نمیتونیم در واقع از این مسیر خلاصه خارج بشیم و این کسری بودجه هم به خاطر کمبود درآمد ادامه پیدا خواهد کرد. خب یه سال بشه، دو سال بشه، شما میتونید با اوراق و اینها مشکل حل بکنید، ولی وقتی این نکته خیلی مهمه من توضیح بدم، ولی وقتی شما ناترازی ناپایداری بدهی ها پیدا میکنی و دولت اگر بخواد دوباره اوراق بیشتری منتشر بکنی، نرخ از 30-32% هم میره بالاتر و شما در یک موقعیتی قرار میدی بانک مرکزی رو که بانک مرکزی مجبوره چیکار بکنه؟ اوراق شما رو بخره که این نرخ‌ها خیلی بالا نره، چون برای اینکه به بقیه بازارها لطمه میزنه. خب بانک مرکزی هم بخواد بخره عملا باید پای پولی بره بالا. پس بنابراین ناترازی بودجه دولت نهایتا باعث میشه سیاست پولی بانک مرکزی ضعیف و ضعیف‌تر بشه و برای همین هم من میگم اگر شما کسری بودجه رو بتونی تنظیم بکنی، ناترازی بانک‌ها رو در یه پروسه 2-3 ساله میتونی تخفیف بدی، ولی وقتی اون ادامه پیدا بکنه این ناترازی هم ادامه داره. پس بنابراین ریشه اصلی به نظر من
مادر تمام مشکلات برای سیستم بانکی و تورم ما به نظر من کسری بودجه دولت ها و خرج بیشتر از دخل دولت هاست. آقای دکتر خیلی اشاره کردید به معضل تحریم ها بر اقتصاد ایران. یکی از بخش هایی که شاید بگیم که خیلی از تحریم ها آسیب دید صنعت بانکداری ایران بود. آیا شما میتونید یک مقایسه بکنید اون زمانی که تحریم ها کمتر بود، بالاخره شما توی صنعت بانکداری بودید، با شرایط فعلی ما؟ البته من خب از موقعی که تو سیستم بانکی بودم خب عملا کم و بیش تحریم ها ضعیف و قوی وجود داشته، ولی قبلش هم صنعت بیمه بودم، اونجا باز متفاوت بود. ببینید ما یه سری تحریم های اعلام شده الان داریم خیلی جدی و با فشار حداکثری همراهه. یه سری تحریم ها از 20 سال پیش هم داشتیم، یعنی سیستم بانکی رو اذیت میکردن، ولی شرایط خیلی بهتر از الان بود. ببینید الان واقعا محدود شدن. ما فعالیتمون به چند تا همکاری با چند تا بانک کوچیکه، بانک های بزرگ با ما همکاری نمیکنن. صنعت بانکداری ما، من فراتر میگم، میگم صنعت مالی ما آسیب دیده. ببینید الان صنعت بیمه ما آسیب ندیده. شما الان یک دونه اتکایی ما نداریم، نه اتکایی میتونیم قبولی داشته باشیم، نه اتکایی واگذاری داریم بیمه اتکایی. پس بنابراین کل ریسک های جامعه که الان بیمه کردیم کاتاستروفی اگه اتفاق بیفته فاجعه است. خب پوشش نداریم براش. خب اینا الان ما نمیبینیم. وقتی این پوشش یه اتفاق حادثه اتفاق بیفته تازه متوجه میشیم که چه فاجعه ای هست و هیچ کی نمیتونه پرداخت بکنه. مگه صنعت بیمه ما هم جمع کنن پولاشونو بدن، هیچ نمیتونن بخش کوچیکی از اون رو تامین کنن. پس بنابراین در صنعت بانکداری دیگه بدتر. ما دو تا عقب موندگی داریم، یکی به خاطر همون افکتیو اینا که ارتباط نمیتونیم برقرار کنیم، حتی رابطه کارگزاری برگزار کنیم. اولین چیزی که میگن صورت ماهای مالی بر مبنای IFRS تونه بدید، یعنی بر مبنای استانداردهای حسابداری نوینی که الان تو دنیا هست. شما بخوای بر این اساس بدی، خب خیلی از بانک های ما اصلا با نولجش دارن، اصلا هم نولجش ندارن هم شرایطش ندارن. یعنی شما بانکی که کفایت سرمایهش منفیه که تو دنیا قبول نمیکنن. الان کفایت سرمایه که تو دنیا میخوان باش کار بکنن حداقل بالای 13 باید باشه. شما کفایت سرمایه منهای دو، کفایت سرمایه دو، خب تا نگاه کنن میگن اصلا ایشون مشکل سرمایه داره، باش نمیشه کار کرد. بنابراین ما هی روز به روز هم که این اتفاق بیفته نمیتونیم اعتبارات رو بین المللی استفاده کنیم، LC نمیتونیم باز کنیم. خب الان دوستان اومدن گفتن خب ما LC از طریق روسیه داریم باز میکنیم، او یه 60 میلیون دلار گفتن باز کرد. اصلا مشکل ما 60 میلیون دلار نیست، 6 میلیارد دلار هم نیست. ما نیاز به 500 میلیارد دلار LC داریم. به این کشور ما در مرحله ای که باید جهش پیدا بکنه. ما صنعت نفتمون حداقل 200 میلیارد دلار پول لازم داره برای سرمایه گذاری. ما الان مسائل گاز داریم، گزارش اخیر صندوق توسعه ملی رو نگاه کنید. خب گفته ما اصلا از 1412 به بعد دیگه اصلا نمیتونیم نفت صادر کنیم. ما باید توسعه بدیم میدانهای گازیمون رو، نفتیمون رو. ما گاز الان سال به سال داره کاهش پیدا میکنه ارزمون. خب اینا رو باید اصلاح بکنیم. خب اینا پول میخواد. اینا پولاش هم از طریق چیه؟ سرمایه خارجی و LC هایی که بانک ها میتونن باز کنن، منابع بیارن و بتونن انجام. اصلا ما LC نمیتونیم باز بکنیم. ما تنها LC که الان باز کردیم فعال از چند سال پیش LC که با چین داریم. خب این که LC نمیشه که اومدیم رفتیم مثلا 20 میلیارد دلار گذاشتیم پیش بانک های چینی و چینی ها بر اساس اون به ما LC چیز دادن، اعتبار دادن که کالاهای خودشون بیاد در داخل کشور مصرف بشه. این که نشد LC که. خب اینها دیگه به نظر من مشکل حل نمی کنه. شما اون منابع ارزی که خودت داشتی 20 میلیارد با اون میتونستی مستقیم عمل بکنی، اصلا LC نیاز نداشتیم. ولی چون نمیتونستیم جابجا کنیم از طریق LC عمل کردیم. خب دوستانی هم که بالاخره از این وضعیت کیف میکنن، استفاده میکنن. بنابراین من دارم میگم در شرایطی که این تحریم هاست، بله بیشترین صدمه رو به صنعت بانکداری و بیمه من اضافه میکنم، چون اینا خیلی واحدن، صنعت مالی ما هستن، بیشترین اثر رو به اینا گذاشته و درست کردنش و تنظیمش، صورتهای مالیشون، دارایی هاشون. من گفتم دارایی سمی و عشدناک داری، اینا باید بر مبنای IFRS بررسی بشه، اینا باید از دل سیستم بانکی بیاد بیرون.
درست. و اگه اینا درست حسابداری بشه، حسابرسی بشه، خب خیلی از بانک‌های ما نمیتونن با بانک‌های خارجی ارتباط برقرار کنن. ما حتی میگیم تحریم هم میخوام بکنیم، باید اینجا هم یه پروژه داشته باشیم اینا رو مشکلشون رو حل بکنیم. ولی بقیه بخش‌های اقتصاد ما هم بالاخره آسیب دیدن. ما اگه فقط فوکوس کنیم بانکداری نمیتونیم دقیق بگیم. مثلا الان مگه صنعت هواپیمایی ما آسیب ندیده؟ خب ما که میتونستیم هاب منطقه بشیم و میتونستیم بالاخره بهترین فلیت هواپیمایی رو داشته باشیم با اون درآمدهای ارزی کلانی که داشتیم، خب الان واقعا نصف بیشتر فلیت هوایی ما زمینگیرن. خب این که دیگه چیزی نیست من بگم، همه مسئولینش دارن اعلام میکنن. خب صنعت نفت و صنعت آب و برق ما خب گرفتار مشکل دارن. صنعت برق ما دوچار مشکل جدی هست. اینا باید سرمایه‌گذاری بشه. اینا تحریم اینا رو زمینگیر کرده و خیلی جا الان فرسوده شدن. صنعت خودروی ما، همه اینا رو یکی یکی برین جلو، همه آسیب دیدن. و صنعت بانکداری چون حلقه ربط بین همه این صنایع هست و تأمین مالی رو راهبری میکنه، شاید از نظر ما حساسیت بیشتری داره و بیشتر بهش داریم فکر میکنیم، ولی واقعیتش اینه که به همه بخشای ما آسیب رسونده. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون از برنامه شما و اینکه این فرصت رو دادید که ما با بینندگان عزیز صحبت بکنیم، بخشایی از مسائل و مشکلات سیاست گذاری پولی رو با مردم عزیزمون مطرح کنیم. ممنون.